کابل یک روز پس از اعلام رهایی سه عضو گروه طالبان. در حالی که حکومت افغانستان بر رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان تن داده است، اما افغانها همچنان قربانی چنین خشونتها هستند. خشونتهایی که طالبان عامل آنها معرفی می شوند. همی اقانی را که اعلام میکنن، اقانی را در اینجا اعلام میکنن، تمام روز با این تاری میکنن. اقانی را به ما چی فایده که اعلام کردن؟ اقانی را به تبادلش به ما شما فایدهش چی است که ما اعلام کردن؟ این رویداد واکنش ها را علیه رهایی انس حقانی برادر معاون گروه طالبان و دو عضو دیگر این گروه بیشتر از پیش افزایش دادند. رهایی سه تن از اعضای طالبان در مطابقت به قوانین کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود. انس حقانی و این دو عضو دیگر گروه طالبان در بدل آزاد شدن این دو استاد پهنتون امریکایی افغانستان دیروز به گونه مشروط رها شدند. انس حقانی، ملالی خان و رشید عمری دیشب از زندان باگرام به شهر کابل انتقال داده شده و اما نسبت به دلایل نامعلوم تا هنوز به قطر انتقال داده نشده است. حکومت افغانستان شبکه حقانی را همواره به عنوان طرح و مسئول پیچیده‌ترین حمله ها معرفی کرده است. حمله های با تلفات سنگین که بیشترین قربانیانش غیر نظامیان بودند. رهایی سه نفر در صورتی که با صلح افغانستان با نیت خوب افغانستان صورت گرفته باشه ما هم تاییدش میکنیم، اما در صورتی که با صلح افغانستان خاتمه نمیفه شک نیست که ما در مردم افغانستان در حقش جفا صورت میگیره و روحی نظامی هم آنقدر ضعیف خواهد شد که از یک طرف در عملیات ها دزگیری میکنن و از دیگر طرف اونا رها میشن با وساطت مردم. ما فکر میکنیم که هنوز هم سر روحیه رزمندگانی که از حق مردم افغانستان دفاع میکنه منفی میشه و ضعیفتر خواهد ساخت نشانه. معامله بین پاکستان، بین امریکا و بین گروه حقانی است. این خودش یک بار دیگه بر مردم افغانستان ثابت ساخت که اینا از هرگز به فکر خون مردم افغانستان نیست. شبکه حقانی بازوی عملیاتی گروه طالبان پنداشته می شود که بیشتر در ولایت های کابل، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا فعالیت دارد. حکومت با رهایی این سه عضو گروه طالبان انتظار دارد که خشونت ها کاهش یابند. هرچند آگاهان بدین باورند که حمله امروز حامل این پیام است که جنگ کنونی افغانستان به این زودی ها پایان یافتنی نیست. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.